مردم، نهادهای حقوق بشری، فعالان عرصه حقوق بشر، سازمان های بین المللی، از شما می خواهم فریاد مرا شنیده و درد مرا حس کرده و برای آزادی زانیار و لقمان اقدام نموده و ما را یاد دهید. کشته شدگان سال 1397. از میان آنان که در سال 1397 درگذشتند، بودند کسانی که حکومت جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم دفتر عمرشون رو بست. ماجرا اینه که از بهمن 57 به این طرف، ماشین کشتار جمهوری اسلامی هرگز متوقف نشده. کشتار سران حکومت پهلوی در ابتدای انقلاب، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60، قتل‌های زنجیره‌ای داخل و خارج کشور و سرکوب همیشگی فعالان فقط گوشه‌ای از کارنامه تیره و تار این حکومته. اما حکومت همیشه به طور مستقیم قربانیاشو به مسلخ نمیبره. شماری از شهروندان بر اثر محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی در زندان یا هنگام کولبری جونشون رو از دست میدن. داستان تلخی که در سال گذشته هم شاهد تکرار اون بودی. در ادامه از شماری از این کشته شدگان یاد میکنیم. کسانی که قهرمانانه ایستادند، مبارزه کردند و رنج کشیدند تا شمع وجودشون خاموش شد یا جونشونو بر اثر سیاست‌های غیر انسانی حکومت از دست دادند. وحید سیادی نصیری، 21 آذر ماه بعد از حدود 60 روز اعتصاب قضا، در اعتراض به محرومیت از دادرسی عادلانه و بی‌توجهی مسئولان به وضعیتش، در زندان لنگرود قم جان باخت. لقمان مرادی و زانیار مرادی، 17 شهریور در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند. اتهامشون عضویت در حزب کموله و مشارکت در قتل فرزند امام جمعه مریوان در تیر ماه 1388 بود. اونها که قریب یک دهه حبس کشیده بودند، زیر فشار شکنجه شدید مجبور به اعتراف علیه خود شدند و در شرایطی عادلانه به پروندهشون رسیدگی نشد. رامین حسین پناهی، 17 شهریور در زندان رجای شهر کرج اعدام شد. اتهامش عضویت در حزب کموله و بقی شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بود. او تیر ماه 1396 بازداشت شد و بیش از 200 روز در انفرادی گذراند و تحت شکنجه های فراوان جسمی و روحی قرار گرفت. نکات فراوانی در پرونده او وجود داشت که اتهامش را نقض می کرد. کبرا کامرانی، مادر ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، 12 آذر ماه بعد از یک سال مبارزه با سرطان، در حالی که نابینا شده بود و توان رفتن به ملاقات پسرشو نداشت، جان باخت. او نماد مادران و پدرانی است که هر روز چشم انتظار فرزندان زندانیشان هستند، فرزندانی که به اتهامهای واهی حبس میکشند. فروغ تاجبخش، مادر لطفی، از مادران خاوران. او که 21 بهمن در 90 سالگی درگذشت، مادر انوشیروانی لطفی از جانباختگان کشتار 67 بود. فروغ تاجبخش نماد حق طلبی و صدای کسایی بود که عزیزانشون در کشتار سیستماتیک و هولناک دهه 60 جان باخته بودند. هما سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، که 12 مرداد بر اثر ایست قلبی در 27 سالگی درگذشت. کسی چه میدونه خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی شب و روز و چطور سر میکنن و انبوه تهدیدها و اضطراب و استرس و نگرانی ناشی از بازداشت عزیزانشون چه آسیبی به اونها میزنه. هما نماد فرزندان زندانیان سیاسی است که محروم از حضور پدر یا مادرشون با هزار رنج و مشقت زندگی میکنن. فرشید حکی، وکیل دادگستری که ظاهراً 25 مهر ماه به طرز فجیعی به قتل رسید و جسدش به آتش کشیده شد.
نهادهای امنیتی با اعلام خودسوزی به عنوان دلیل مرگ اون بر این جنایت سرپوش گذاشتن و دستگاه قضایی اجازه بررسی دقیق و شفاف این پرونده رو نداد. زهرا نویدپور 16 دی ماه پیکر او در منزل مادرش در شهر ملکان آذربایجان شرقی پیدا شد. زهرا که حدود 4 سال پیش از سوی سلمان خدادادی نماینده مجلس شورای اسلامی و فرمانده سابق سپاه پاسداران ملکان مورد تجاوز قرار گرفته بود، از 1 سال گذشته دست به افشاگری در این باره زده بود و علارغم تهدیدهای مکرر بارها به نهادهای قضایی شکایت برده بود، اما شکایتش بی نتیجه موند. محمد سلاس 28 خرداد در زندان رجای شهر کرج اعدام شد. این درویش گنابادی متهم شده بود که بهمن 96 با راندن اتوبوس به سمت ماموران پلیس 3 تن از اونها رو کشته. خانواده و وکیل آقای سلاس گفته بودند او 3 ساعت پیش از حادثه بازداشت شده بود. اگرچه این درویش گنابادی تحت شدیدترین شکنجه ها علیه خود اعتراف کرده بود، بعد از اون بارها اتهامش رو تکذیب کرد. نکات مبهم فراوانی در پرونده اون وجود داشت که در جریان دادگاه غیر عادلانه هرگز به اونها رسیدگی نشد. رضا اوتادی 12 مرداد در تظاهرات اعتراضی در کرج به دست نیروهای سرکوبگر کشته شد. او مادرش را 7 سال پیش از دست داده بود و 7 ماه پیش از کشته شدن عقد کرده بود. بیشک رضا تنها کشته شده این تظاهرات نبود. تظاهراتی سراسری که در شماری از شهرهای ایران برگزار شد و با هجوم نیروهای امنیتی و شبه نظامی سرکوب شد. زندانیان گمنام. شرایط بسیاری از زندانها در ایران فاجعه باره، از جمله زندان فشافویه و زندانهای اردبیل و ارومیه. زندانیان از حقوق خودشون، از جمله حق دسترسی به خدمات پزشکی محرومن. در همین شرایط بسیاری از اونها گمنام در زندانها جان میسپارن و کسی از وضعیتشون خبر نداره. کولبران در روزگار تورم و گرانی همچنان شماری از هموطنان ما در کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و بخشهای از سیستان و بلوچستان تن به کولبری میدن تا نان شب خود و خانواده هایشان را فراهم کنند. گلوله ماموران مرزبانی و مسیرهای صعب العبور تهدیدی دائمی برای جان اونهاست. در سال گذشته شمار زیادی از اونا از جمله چند کودک و نوجوان به همین دلیل جون خودشونو از دست دادن. درگذشتگان ناشی از مشروبات تقلبی. اگرچه جمهوری اسلامی مصرف و خرید و فروش مشروبات الکلی رو ممنوع کرده، بازار زیرزمینی این نوشیدنی ها وجود داره. بازاری پر از مشروب‌های تقلبی که در اون هیچ سیستم و نهادی بر کیفیت محصولات نظارت نداره. در این حال بسیاری از شهروندان که سبک زندگی دلخواه حاکمیت رو برای خود نمی‌پسندن، ناخواسته مشروبات مسموم و تقلبی مصرف می‌کنن و جون خودشون رو از دست میدن. مرگ اونها دلیلی نداره جز اعمال قوانین غیر انسانی حکومت اسلامی. یادشان گرامی.